برنامه رو ما چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. همزمان با حلول ماه ذی‌الحجه و سال روز ازدواج امام علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها، شهر مقدس کربلا غرق نور و شادی شد. خادمان حرمهای مطهر امام حسین و حضرت عباس علیهما السلام نیز در بین الحرمین را چراغانی کردند و در هنگام اذان مغرب چراغ‌های رنگین در بین الحرمین روشن شد و حال و هوای این قطعه از بهشت را متحول کرد. زائران نیز با حضور در حرم‌های مطهر سالروز پیوند آسمانی امام علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها را تبریک گفتند. موکب‌های پذیرایی از زائران هم در اطراف حرم‌ها راه اندازی شدند و در کنار غذای گرم بین زائران شیر و شربت توزیع کردند. منابع محلی از شهر مقدس کربلا از انجام 150 عمل جراحی قلب رایگان در بیمارستان امام حسن مجتبی علیه السلام در این شهر مقدس خبر دادند. گفته می شود این عملهای جراحی قلب باز برای 150 بیمار نیازمند که از پرداخت هزینه های مورد نیاز برای چنین عملهای جراحی را ندارند انجام شد. مقامات امنیتی سوریه اعضای یک گروهک تروریستی که چندین عملیات ترور انجام داده و تعدادی از نیروهای پلیس و ارتش سوریه را در جنوب این کشور هدف قرار داده بودند دستگیر کردند. یک منبع امنیتی در درعا به خبرنگار اسپوتنیک گفت نیروهای امنیتی توانستند سرکرده یک هسته تروریستی را که متهم به انجام این ترورها بود در پی عملیات ویژه نیروهای امنیتی در حوالی الشیخ مسکین در حومه درعا دستگیر کنند. مسجد 99 گنبدی اسماء الحسنا در شهر بندری ماکاسار با گنبدهای متعدد و پشت سر هم یکی از جاذبه های گردشگری و دیدنی کشور اندونزی است. گفتنی است موقعیت ساحلی این مسجد زیبا باعث شده تا در کنار تفریح و استفاده از هوای خاص منطقه علاقمندان به معماری و سازه های مختلف دینی از سراسر دنیا را به خود جذب کند. کار ساخت این مسجد در سال 2017 آغاز و در سال 2022 به پایان رسید. مسجد 99 گنبدی در زمینی به مساحت 2 هکتار بنا شده و علارغم داشتن ساختمانی بزرگ به دلیل استفاده از نور و تهویه طبیعی از نظر مصرف انرژی مقرون به صرف است.